خب به عزت هشم نعصر نسیخ تورا سوانان و موشه مراشا قهیلت یعقوب. خب میریم ادامه بحث هفته هفته گذشته. ما خوندیم که یوسف صدیق برادران نسبت به اون حسادت میکنن به خاطر اینکه یعقوب آبینو تمام تورایی که بلد بوده فقط یاد یوسف صدیق میداده و به این شکل برادرها میبینن که علام حباشون تو خطره و همینطور یعقوب آبینو میاد یه لباس زربافت درست میکنه و اون لباس زربافت تا به یوسف میده و به بقیه برادرها نمیده. اینا همه باعث میشه که برادرها نسبت به یوسف حسادت بکنن. البته یوسف صدیق سه مورد انجام میداده نسبت به برادرها و برادرها وقتی این سه مورد میدیدن که میرفته این سه مورد چغلی میکرده به یعقوب آمینو، میرفته یوسف صدیق میگفته به پدرش که یعقوب که برادرها اورمین حخر میخورن. برادران یوسف آخه میدونید یه کتابیه به اسم سفر یتسیرا. سفر یتسیرا کتابیه که اگه کسی بخونه میتونن با اون بیان و چیزی ها خلق بکنن، حتی میتونن مثلا چارپایان بهایم اینا رو به وجود بیارن. برادر این کتاب رو بلد بودن، با سفر یتسیرا با همین کتابه اومده بودن و گاوهایی ها به وجود آورده بودن و می اومدن، نمی اومدن این گاوه را شخیطاب کنن، می اومدن اورمین حخری می خوردن، یعنی می اومدن یه عضوی از اونا بدون شخیطاب جدا می کردن و از اون استفاده می کردن، به این میگن اورمین حخری. این برای ما اسطوره، خب این برای ما اسطوره، ولی برادرها که این کارا می کردن با سفر یتسیرا بوده، یعنی از گاوی که با سفر یتسیرا درست شده بوده این کار انجام می دادن. بنابراین سفر یتسیرا ورمین حخی نداره. یوسف اینو می دید می رفت پیش بابا می گفت بابا برادرای من دارن ورمین حخی می خورن، در صورت که برادران یوسف ورمین حخی نمی خوردن به خاطر اینکه این گاوه گاوه سفر یتسیرا بوده و ورمین حخی نداشته. دومی مورد، یوسف می اومده می دیده برادرانش دارن با زنا تجارت میکنن، میومده پیش باباش میگفته بابا مگه غیر مجاز نیست که بیان و با زنا تجارت بکنن، اینا خصف شلام دارن خطا میکنن. و مورد سومی که یوسف میومد میگفت که برادران من با بنش فاخوت، یعنی فرزندان بیلها و زیلپا را اذیت میکنن و اونها را غلام میخونن. خب تو این حالت یوسف اشتباه میدید این مطلبا و به این شکل میومد اینا به یعقوب میگفت که برادران من بچه های بیلها و زیلپا را که کنیز بودن اونا را غلام میخونن. خب همه این اتفاقا یوسف به اشتباه میگفت و در نتیجه همه این اتفاقا هم سر یوسف اومد که اولا میگفت برادران من میان به نشفا خوتا بچه های کنیزا را چی میخونن؟ اونها را غلام میخونن. در نهایت یوسف به غلامی فروخته شد. یوسف اومد گفتش که برادرها با زنها که تجارت میکنن خطا میکنن، باعث شد که زن پوتیفره بیاد یوسف را فریب بده و اونجایی که یوسف تهمت زد که برادرها اورمین حخی میخورن، این باعث شد که یه بزغاله یا شخیطا بکنن، خونش را به لباس یوسف بزنن و اون خونا ببرن پیش کی؟ ببرن پیش یعقوب که بگن یوسف یه حیوان درنده اونا خورده. تمام اینا باعث شد که برادران نسبت به یوسف احساس بدی داشته باشن. خب اینم بگیم که راخل در بین راه که با یعقوب می اومد، راخل از دنیا رفت که گفتیم به خاطر نفرینی که یعقوب کرد باعث شد که راخل از دنیا بره و با تولد بنیامین پسر دوازدهم یعقوب آوینو به این شکل راخل از دنیا میره. در نهایت برادرها تصمیم میگیرن که یوسفا بیان و از خودشون دور بکنن. و نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه برادرها با یوسف بد بودن، خب دورنگ نبودن، مثلا نمی اومدن جلو یوسف باش خوب باشن ولی بعد مثلا پشتش زدیت کنن، همون جوری که با یوسف برخورد میکردن پشت سرش هم همین جوری بودن، همونطور که در تورا میگه ولو یا خلو دبرول شالوم، یعنی نتونستن
شالوم، یعنی با خوبی با اون صحبت بکنن. بنابراین این یه سانگور شد، یه خوشگویی بود برای برادرها که یک رنگ بودن. در نهایت میاد یعقوب و به یوسف میگه که برو پیش برادرانت. برادران یوسف اون موقع گله داشتن. برو ببین شالوم، ببین اونا آیا حالشون خوبه یا نه. یوسف میدونست که برادرها نسبت به اون، یوسف میدونست که برادرها نسبت به اون دشمنی دارن، ولی با تمام این وجود رفت که مسوای گوش دادن به حرف پدر و مادرشا گوش بده، به حرف پدرشا گوش بده، به حرف یعقوب گوش بده. یوسف وقتی که میره برادرشا پیدا بکنه، اول برادرها رو گم میکنه تا اینکه یه ملاخ گبریل میاد جلوی یوسف و برادران یوسف ها نشون میده کجاست. یوسف که داشته به برادران نزدیک میشده، شمعون میگه که بل حخلوموت بار، یعنی کسی که این خوابا رو برا ما دیده بود داره میاد. چه خوابایی دیده بود؟ همون خوابایی که دیده بود 11 ستاره و خورشید و ماه بهش تعظیم میکنن، یا 11 بافه گندم بهش تعظیم میکنن. شمعون میگه این همونیه که این خوابا رو برا ما دیده، تو آینده فکر میکنه میخواد بر ما ریاست بکنه. و میان همون موقع تصمیم میگیرن که یوسف رو بکشن. میان لباس یوسف ها در میارن، لباسی که زربافت بوده، کتونت پسین بوده، که یعقوب داده بوده به یوسف، لباس یوسف ها در میارن و یه بزغاله یا شخیطا میکنن و با خون بزغاله این آغشته میکنن این لباسا. چرا با خون بزغاله؟ به خاطر اینکه خون بزغاله شبیه دقیقاً رنگ خون آدمیزاده. دقیقاً تنها حیوانی که خونش شبیه خون انسانه خون بزغاله است. و میان اونا آغشته میکنن لباس یوسف ها به خون بزغاله و میخواستن بکشن یوسف ها. اینجا رئوون اجازه نمیده. رئوون میگه نه، من اجازه نمیدم که یوسف ها بکشید، بیاد اونا بندازید تو چاه. و هدف رئوون این بوده که یوسف ها بندازن تو چاه که رئوون بره بعد نجاتش بده. چرا رئوون اینقدر پشت یوسف بود؟ به خاطر اینکه رئوون اول زاد بود و اگه اتفاقی برای یوسف میومد، اینجا یعقوب از میومد یقه کیا میگرفت؟ رئوونا. گفت تو بزرگشون بودی، تو اول زادشون بودی، نباید اجازه میدادی که برادرها بیان و به یوسف آسیب برسونن. رئوون میاد آقا اینا رو جداشون میکنه که آقا بندازیدمش تو چاه، به نیت اینکه رئوون بیاد نجاتش بده. بعد رئوون میره. رئوون کجا میره؟ برادر رو به همدیگه قرار گذاشته بودن که هر کدومشون هر هفته برن خدمت یعقوب آوینو، خدمت پدرشون. و اون هفته نوبت کی بوده؟ نوبت رئوون بوده. نوبت رئوون بوده که بره خدمت یعقوب و رئوون از اونجا میره. خب رئوون که نبوده، قبلش اینا بگم خدمتتون، برادرها که یوسف رو میندازن تو چاه، تو تورا میگه چاه آب نداشته و بدون آب بوده. خب آقا سوال، وقتی تو تورا میگه بدون آب بوده، دیگه چرا میگه آب نداشته؟ وقتی تو چاه میندازه که رق بوده، خالی بوده، ما میفهمیم که بدون آب بوده. چرا میگه چاه خالی بود و آب داخلش نیست؟ چرا؟ راشیزان توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه تو چاه درسته که آب نبوده، ولی تو چاه مار و عقرب بوده و با وجود این معجزه شد برای یوسف و مار و عقربه به اون آسیب نرسوندن. خب اینجا رئوون رفت خدمت باباش. کیا میمونن؟ بقیه برادرها میمونن. خب اینجا یهودا میاد به برادرها میگه که آقا چرا میخواید برادرمونا بکشید و خونشو گردن بگیریم؟ به جای اینکه یهودا میگه به جای اینکه بیایم و یوسف ها بکشیم، بیایم اونا بفروشیمش به میدیانیا و به این شکل از شرش هم خلاص میشیم. اینجا خخامی میگن اگه یهودا میومد به برادران میگفتش که آقا اینا نکشیمش و نجاتش بدیم، برادرها حرف یهودا را گوش میدادن، چون که یهودا اون موقع بزرگشون بوده، یهودا نماد سلطنته، شاهشون بوده. بنابراین ولی نیومد یهودا اینا بگه و یهودا یه میسوایی شروع کرد ولی خاتمه
نداد. خفامیم از اینجا یاد میگیرن کسی که یه میسوان یا شروع بکنه و خاتمه نده دور از جون برای خانوادش بده. چرا؟ چون ما میبینیم یهودا بعدها خیلی در به سر کشید، دور از جون همسرش رو از دست داد، دو تا پسرش رو از دست داد و خیلی مشکلات دیگه برای یهودا پیش اومد. همیش به خاطر این بود که یه میسوار رو شروع کرد. یعنی آقا اومد به برادر گفت که آقا چرا بکشیمش؟ اگه همون موقع یهودا میگفتش که یوسفا برگردونیم همه میگفتن چش، ولی گفت نه نکشیمش ولی بفروشیمش. و اومدن به میدیانیا فروختن، میدیانیا اومدن به یشمائیلیا فروختن، یشمائیلیا به مصریا فروختن. نکته جالب اینجاست که توتورا وقتی که توتورا میگه که اومدن یوسفا به یشمائیلیا فروختن، میگه یشمائیلیا عرب بودن اون موقع، بارشون اتریجات بوده. بعد راشیزا توضیح میدن، میگن آقا عربا معمولا بارشون نفت و قیر و اینا بوده که بوی بد میداده، ولی به زخوت یوسف صدیق که میخواسته با اینا همسفر بشه استثنان اون موقع بارشون اتریجات بوده که صدیق یعنی یوسف اذیت نشه از بوی قیر و بوی نفت و اینا. خب میفروشن یوسف ها، میفروشن، میان با چند سکه نقره و با اون سکه های نقره میان خرم میبرن و کفش میخرن. حالا این لفی قبالاست که چرا حالا واردش نمیشیم، ولی میان همون موقع هم خرم میبرن. چه خرمی میبرن؟ خرم میبرن که هیچ کس این رازا فاش نکنه، حتی به خدا هم قسم میدن، به خدا هم خرم میدن که حوادش باروخو این رازا به هیچ کی فاش نکن. به خاطر همین، به خاطر همین بوده که یعقوب آوینو با وجود اینکه یوسف زنده بوده خدا بهش نمیگه یوسف زنده است. یعقوب آوینو نبوت داشته، یعقوب آوینو نبوت داشته، ولی با این وجود خدا نمیگه بهش، به خاطر اینکه قسم داده بودن برادرها به خدا، خرم بریده بودن که کسی این رازا فاش نکنه. رئوون برمیگرده. از کجا برمیگرده؟ از خدمتی که به یعقوب داشت میکرد، که گفتیم هر هفته یکی از برادرها میرفتن خدمت میکردن یعقوب آوینو. رئوون برمیگرده. رئوون وقتی برمیگرده تو چاه میبینه، میبینه یوسف نیست. همون موقع لباسشو پاره میکنه، لباسش را دور از جون نشونه عزاداری پاره میکنه و میگه وای بر من که یوسف ها کشتن. ولی نه، ماجرالا میفهمه که اومدن یوسف ها فروختن. خب یوسف فروخته میشه، برادرها میرن میشه یعقوب، به یعقوب آوینو میگن هکرنا، آیا یهودا میره میگه، یهودا میگه که پدر آیا تو میشناسه این لباسا؟ لباس پسرت یوسفه که حیوان درنده اومد و اونا نخشیر کرد، اینم خوناشه. یعقوب آوینو که اینا میبینن قصه میخورن و نبوت از یعقوب آوینو دور میشه. به خاطر اینکه ما قانون داریم هر کسی که ناراحت باشه و غم و قصه تو وجودش باشه نبوت ازش دور میشه. یعقوب آوینو هم چون قصه خورد به خاطر یوسف نبوت ازش دور شد. ما اینا در مورد الیشا حناوی هم میبینیم. الیشا حناوی وقتی که ناراحت میشه نبوت ازش دور میشه، میان ازش سوال میپرسن نمیتونه جواب بده، تا اینکه میان براش آلات موسیقی برای الیشا حناوی میزنن که نبوت بهش برگرده. بنابراین یعقوب آوینو چون عزادار میشه و ناراحت میشه نبوت ازش دور میشه. یعقوب آوینو تسلی نمیگیره، تو تورا میگه نخمو نمیگیره. ببینید دور از جون، کسی که یکی از عزیزانش از دست بده بعد 3 روز، نهایتاً 7 روز، نهایتاً 1 ماه، نهایتاً 1 سال دیگه تسلی میگیره. من یعقوب آوینو با وجود اینکه 22 سال هم گذشت که یوسف ازش دور بود تسلی نمیگرفت، آروم نمیگرفت. چرا؟ به خاطر اینکه چه موقع آدم تسلی میگیره؟ زمانی که واقعا اون مت دور از جون مرده باشه. اگه یکی ها فکر کنن مرده ولی زنده باشه هیچ موقع نزدیکانش تسلی نمیگیرن. یوسف هم زنده بود. یوسف چون زنده بود اینجا یعقوب آوینو تسلی نمیگیره. خب یوسف میره تو مصر، یوسف میره تو مصر، میره تو قصر پوتیفرا. در اونجا یوسف چند سالش بوده؟ 17 سالش بوده. در تورا میگه یوسف میومد خیلی به خودش میرسید. یوسف میومد موهاشو مثلا قشنگ میکرد، سرمه به چشماش میزد. یوسف هم خیلی خوشگل بوده و این باعث شد که یوسف زن پوتیفرا بخواد اونا فریبش بده. به مدت 1 سال زن پوتیفرا میاد که یوسف را فریب بده که یوسف خطا بکنه و
ولی یوسف به حرف زن پوتیفر گوش نمیده، اسمش رو نگفته تو تورا، درست؟ زن پوتیفر اولا خیلی زیبا بوده، خیلی زیبا بوده. تو میدراش میگه لباس و مدل مویی که صبح میپوشیده با بعد از ظهر فرق داشته. تو یک سال، فرض کنید یک سال، یه پسر 17 ساله که اوج جوونیشه، یکی بخواد اینجوری فریبش بده. و تازه یوسف تو چه موقعیتی بوده؟ تو موقعیتی بوده که خانوادش بهش نارو زده بودن، ضربه زده بودن، از باباش دور بوده، تموم اینا، ولی با این وجود یوسف خودشا نگرداش. بعد از یک سال میان یه جشنی میگیرن، روز عیدشون بوده، یه جشنی میگیرن که مال بت بوده، همه از قصر میان بیرون، زن پوتیفره خودشو نشون میده که من حالم خوب نیست، نمیتونم بیام تو این جشن شرکت کنم. و تو این قصر یوسف با زن پوتیفره تنها میشه. زن پوتیفره میخواد یوسف رو فریب بده، ولی یوسف فرار میکنه و لباس یوسف صدیقا زن پوتیفره میگیره، ولی یوسف فرار میکنه و یونس فرار میکنه یوسف و لباسش پاره میشه، تو دست زن پوتیفره میمونه. خب ببینید اینجا تو تورا برای یوسف صدیق میگه و فرار کرد یوسف صدیق. وقتی هم که اسرائیل‌ها لب دریای سرخ بودن که دریا براشون شکافته بشه، در تورا میگه و دریا دید، در تهیلیم تو بست اسرائیل میخونیم دریا دید و یانوس حیام و فرار کرد دریا. ما سوال میپرسیم، میگیم آقا اسرائیل‌ها که لب دریای سرخ ایستاده بودن، تو تهیلیم باید بگه شکافته شد دریا، چرا تو تهیلیم میگه فرار کرد دریا؟ سوال متوجه شدید؟ به خاطر اینکه اول دریا نمیخواسته شکافته بشه، دریا نمیخواسته شکافته بشه تا اینکه تابوت یوسف ها میبینه. آخه اسرائیل ها وقتی از مصر بیرون اومدن، تابوت یوسف هم با خودشون بیرون آوردن، درسته؟ تابوت یوسف ها دید و دید که یوسف از خطا فرار کرد، پس دریا هم میگه ویانوس، دریا هم فرار کرد، یعنی باز شد. ببینید اون موقع اسرائیل ها خطاکار بودن، وقتی جلو دریای سرخ ایستاده بودن، بت پرستی خطا خصف شالوم کرده بودن، خیلی گناهات تو دستشون بوده. و تنها زخوتی که دریای سرخ به خاطرش باز شد، زخوت همون فرار کردن یوسف از خطا بود که دریا هم وقتی استخونهای یوسف ها دید جلوی اسرائیل ها فرار کرد. خب در این بین سوال بزنید، در این بین اینجا زن پوتیفر میاد داد و فریاد، بیاید کمک، این عبد عبری، این جوون عبری که اووردید میخواست خطا بکنه با من. میان یوسف ها زندان میندازن. البته اینا بگم تو پرانتز خدمتتون، خود پوتیفر میدونست که یوسف بیگناهه. چرا؟ ببینید وگرنه کسی که بخواد با زن پادشاه خطا بکنه محکوم به مرگ بوده، درسته؟ اینجا زن خود پوتیفر میدونسته که یوسف خطا کانیست، به خاطر اینکه وقتی میاد بررسی میکنه میبینه لباس یوسف از پشت سرش پاره شده، یعنی میفهمه که یوسف اتفاقا داشته فرار میکرده، از جلو نبوده. و اینجا میفهمه که یوسف داشته فرار میکرده و این زن پوتیفر بوده که خطا میکنه، درسته؟ و میاد و یوسف ها ولی زندانش میکنه. یوسف به مدت 10 سال تو زندان بوده، 10 سال تو زندان میره. ببینید با تموم اینا ولی هیچ موقع نمیاد یوسف ناشکری بکنه، بگه بیا این برادرام، این اومدم میسوا بکنم، تو میسواه بدتر رفتم زندان افتادم، نمیاد به خودش این فکر را بکنه. و اتفاقا تو تورا میگه هر کاری که یوسف انجام میداد، شم شمعیم آلاو، اسم خدا تو دهنش بوده. خب تو این 10 سال که تو زندان بوده، همه اون زندانیا و رئیس زندان اونا میان و رئیسش میکنن، یعنی هر آدم بزرگی میشه تو زندان، همه بهش احترام میذاشتن چون هر کاری میخواسته بکنه اسم هشم به زبونش بوده. بعد از 10 سال دو تا از خدمتگزاران پادشاه میان و خطا میکنن در حق پادشاه. چه خطایی بوده؟ نونوا، یکشون نونوا بوده، یکشون ساقی بوده. ساقی یعنی کسی که میومده برای پادشاه یا این شراب میریخته. میاد و نونوا چیکار میکنه؟ نونوا میاد وقتی نون درست کرده بوده برای پادشاه، نونی که پادشاه میخوره یه سنگریزه بین نونه بوده،
و به خاطر اینکه این سنگ ریزه تو نون بوده میاد نونوا را زندانش میکنه. ساقی چرا؟ به خاطر اینکه اون ساقی که جام شراب را میریخته برای پرعو توی یاینش مگس پیدا میشه، توی یاینه که میده دست پادشاه، جامی که میده دست پادشاه توش مگس بوده. پادشاه هم پرعو هم عصبانی میشه و این دوتا را زندانی میکنه. اینا خواب میبینن، اینا زندان بودن که معلوم بشه دادگاه تکلیفشون چی میشه. خواب میبینن هر کدومشون. نونوای چه خوابی میبینه؟ نونوای خواب میبینه که سبدهایی رو سرشه، نون انبوشه و پرندهای آسمون میان این نونه را میخورن. خب میاد خیلی ناراحت بوده که این خوابا میبینه و تعبیرش ها نمیفهمه چیه، تا اینکه میاد ناراحت بوده میان پیش یوسف و یوسف میگه خب چه خوابی دیدی بگو من برات تعبیر میکنم. نون واحد خوابو تعریف میکنه، میگه آقا آره همچین خوابی ها من دیدم. اول البته ساقی تعریف میکنه، ساقی میگه که آره من خواب دیدم که خوشای انگور رو دارم برداشت میکنم و اینا. بعد یوسف تعبیر میکنه که تو به سمت خودت برمیگردی. ولی نونوا میاد و وقتی که نونوا میبینه که خوب یوسف برای ساقی تعبیر کرد، نونوا میاد خوابش رو تعریف میکنه، یوسف میگه تو را پادشاه اعدام میکنه. همین اتفاق هم میفته و اینجا یوسف صدیق یه اشتباهی انجام میدن. چه اشتباهی انجام میدن؟ یوسف صدیق اینجا میان به اون ساقیه میگن ساقی الان که آزاد میشی یادت نره منم جلو پادشاه بگی، حواست به منم باشه. این صحبت یوسف صدیق، حالا البته تو درجه یوسف صدیق درست نبوده، این نشونه خصف شالوم، حالا البته بتونیم بگیم نشونه این بوده که یوسف کم ایمان شد به خدا، یعنی اومد ایمانش رو قرار داد به کی؟ به ساقی، به بنده. اینه که خخامی میگن حبوته یخبد اونای خسد یه صبح منو، کسی که توکل کنه به خدا، خدا احسانش احاتش میکنه و حبوته یخ به آدم، و کسی که توکلش به آدمیزاد باشه دورجون آروره، نفرین شده است. آرور اگه بره شیطرخ با آدم، دورجون نفرین باشه آدمی که توکلش به خدا باشه. ما همیشه همه خواسته هامونو به خدا میگیم. ما قانون داریم، مثلا ما حتی زیارت صدیقی من میریم نمیتونیم از یه صدیق درخواست کنیم. مثلا نمیتونیم بریم شه هارا اورشرگاه بگیم هارا اورشرگاه فلان حاجت منو بده. این اشتباس، کسی که این حرفا بزنه خسته شالوم آسوره، ایسور داره. ما اگه میریم هم زیارت صدیقی میگیم خدایا به زخوت این صدیق خدا بیا و درخواست منو اجابت بکن. متوجهید؟ پس ما به هیچ که توکل نداریم به غیر از خدا. حتی بعضی روانشناسا هستن میگن آره مثلا آدم بیاد با کهکشانات و با کائنات و اینا بیاد صحبت کنه، انرژی مثبت بده و ازشون مثبت بخواد، این سوره تو دین ما آسوره که آدم بیاد از کهکشانات و از کائنات و از مثلا سیاره فلان و اینا بخواد با اینا صحبت کنه یا ازشون نیرو بخواد، ازشون قدرت بخواد. تنها قدرت مطلق تو دنیا کیه؟ حق دشوار خو یشوعت ادونای که عرف عین، همیشه نجات خداوند در یک چشم به هم زدنه. در هر صورت یوسف اینجا 2 سال به زندانیش اضافه میشه. ساقی فراموش میکنه یوسف ها بگه تا اینکه ماجرا میرسه به خوابایی که پرعو میبینه. پرعو خواب میبینه که 7 تا گاو چاق و چله از رود نیل، اونجا کنار رود نیل هم دارن چرا میکنن و سبزه و اینا میخورن. 7 تا گاو لاغر از رود نیل بیرون میاد و این 7 تا گاو چاقه را میخوره. یه خواب دیگه ای که پرو میبینه که 7 تا خوشه گندم عالی، خیلی عالی و چاقه، ولی 7 تا خوشه باد زده شده میان و اونها را میخورن. این خواب را پرو میبینه، این خواب را میبینه. فردا صبحش میاد همه خخامیمش، یعنی همه دانشمندان و جادوگرانش را صدا میزنه که بیان تعبیر خواب بکنن. جادوگرا و دانشمندا تو اون موقع به اشتباه تعبیری از خودشون میگفتن، میگفتن پادشاه این که خواب دیدی که 7 تا پسر 7 تا گاو چاق و چله به دنیا میاری نشونه 7 تا پسره، بعد 7 تا لاغر نشونه 7 تا دختره که دور از اون اینا رو از دست میدی. میانده یه تعبیرای چرت و پرت میگن، ولی هیچ کدومش به دل پادشاه
نمیشینه، به خاطر اینکه پادشاه میگه آقا من پادشاهم، هر خوابی که من ببینم که شخصی نی، تو مملکت من تأثیر میذاره. آخه پادشاه خواب که ببینه دیگه شخصی نی، اون رو مملکتش قرار میگیره اون خوابا، درسته؟ تا اینکه ساقی میاد پیش پادشاه میگه پادشاه من خطایی که کردم و الان یادم میاد، من موقعی که تو زندان بودم یه عبد ایوری، یه غلام عبرانی بود، اینجا هم آخر زهر خودش هم میریزه. میبینید با وجود اینکه یوسف براش به خوبی براش تعبیر کرده بود، آخر ولی بازم زهر میریزه. میگه عبد ایوری، یه جوونک غلام برده یه عبری بود، اومد برا من تعبیر کرد، اومد تعبیر کرد و همون هم شد، برا نونوا تعبیر کرد، برا من هم تعبیر کرد و کاملا درست بود. پادشاه دستور میده که یوسف رو بیارن. یوسف وقتی میخواد بیاد میرن یوسف رو همون میبرن، اصلاح میکنه سرش را، به خاطر کبود ملخود، به خاطر احترام پادشاه، که یکی از جاهایی که ما یاد میگیریم که آدم باید به بزرگ دوره، به پادشاه هر کشوری احترام بذاره، این از اینجاست. کبود ملخود میاد و یوسف صدیق موهاش را کوتاه میکنه، اصلاح میکنه، لباس خوب میپوشه، میره جلوی پادشاه. پر او میاد به یوسف میگه آره من شنیدم تو خواب تعبیر میکنی و بیا خوابه رو برای من تعبیر بکن. اینجا جالبه، ببینید یوسف نمیاد به خودش ربط بده، نمیگه آره من بلدم. یوسف میگه نه، خوابایی که هست، خوابایی که هست اینا بل حخالموت کیه، صاحب خوابا خداست و من از خودم نمیگم، خداست که تو دهن من قرار میده. یعنی میاد همه این خوبیا و همه اینا را اختصاص میده به چی؟ اختصاص میده به هشم، به خدا. تا اینکه میاد خوابا تعریف میکنه، یوسف هم تعبیر خوابا میگه. آخه طبق یه توضیح، تموم خوابی که پرعو دیده بود، تعبیرش تو خواب هم بهش گفته بود. مثلا این خوابارا که پرعو دیده بود، تعبیرش هم تو خواب بهش گفته بودن که آره قرار این اتفاق بیفته. به خاطر این وقتی این تعبیر را از یوسف شنید، یو یادش اومد، گفت آه دقیقاً همین تعبیر تو خوابم به من گفته شد، و یعنی الان تویی که اینا برای من اومدی و تعبیر کردی. و میاد یوسف بله تعبیرش رو گفته بودن، تا اینکه میاد یوسف بچه همه اینا گوش بده. یوسف اونجا ایستاده بوده، پرعو میگه، خب میان به دانشمندا بهش میگن که پرعو پادشاه الان باید کسی رو انتخاب بکنی که ناون باشه، هم خاخام باشه، هم ناون، یعنی هم عاقل باشه، هم فهیم باشه، که بتونه این 7 سال سیریا مدیریت کنه، که 7 سال قحطی به این شکل بتونه کنترل بشه. آخه تعبیرش این بود، تعبیر خواب دیگه، که 7 سال سیریه ولی 7 سال قحطی میاد، که اصلا سیریه 7 سال قبل مشخص نیست. پر او میگه آقا کی بهتر از یوسف؟ یوسف هم خاخامه هم ناوونه، من یوسف را انتخاب میکنم به عنوان صدر اعظم که بیاد و تمام این مدیریت را دست بگیره. تا اینکه یوسف را میان سوار بر کالسکه میکنن، زنجیر طلای ارزشمند توی گلوی یوسف میندازن، انگشتر پادشاهی را پرعو دست یوسف میکنه، سوار بر مرکب پادشاه میشه و در تموم مصر یوسف را میچرخونن و میگن این ایشون صدر اعظم مصره. خخامیم اینجا توضیح میدن، خخامیم میگن یوسف صدیق این دستی که نرفت خطا بکنه، انگشتر طلا تو دستش رفت، گردنی که نیمد خطا بکنه، گردنبند طلا روش انداختن، پایی که نرفت خطا بکنه، روی مرکب پادشاه سوارش کردن و خطا نکرد و اومدن و ولی با این وجود سر و صدا شد که خطا کرده، در صورت که خطا نکرده، پس دور مصر چرخوندن و اعلام کردن که صدر اعظم مصر باشه، که اینجا میدا که نگد میداست، همون کاری که یوسف نرفت خطا بکنه، خدا هم چند برابر خوبیا رو سر یوسف ریخت. تا اینکه یوسف که تو مصر داشته میگشته که همه بشناسندش، یوسف خیلی خوشگل بوده، خیلی زیبا بوده، دخترای مصری می اومدن بالای دیوارا می ایستادن که یوسف رو ببینن، زیبایی یوسف رو ببینن.
و هرچی طلا و جواهرات داشتن پرتاب میکردن زیر پای یوسف که یوسف یه دقیقه سرش رو بالا کنه حسن و کمال و زیبایی یوسف رو ببینن، ولی یوسف سر بالا نمی کرده تا اینکه یه دختری اونجا بوده به اسم کی؟ به اسم آسنت. آسنت بعد پوتیفرا. آسنت دختر پوتیفرا بوده، خب، ولی خود دختر پوتیفرا نبوده، ماجراش چی بوده؟ ببینید اون موقعی که دینا میره خطا میکنه و با شخم، تا اینکه بعد میان برادرها شیمون و لوی شهر شخم رو خراب میکنن، انتقام خواهرشون رو میگیرن، اینجا دینا باردار میشه. دینا باردار میشه، یه دختری به دنیا میاره، اسمش رو میذاره آسنت. برادرها چون که حلال زاده نبوده، یعنی توسط شخم بوده، میخواستن بکشندش. یعقوب آبینو اجازه نمیده، به خاطر اینکه ما قانون داریم که دین مطابق مادر میره. مادر هر دینی که داشته باشه، بچه‌ای که به دنیا میاره همون دینا داره. دینا اسرائیل بوده. پس بنابراین دختری هم که به دنیا میاره آسنت اسرائیل بوده. یعقوب آبینو میان یه شمنفراش مینویسن، یه نام اعظم هشما روی یه فلزی مینویسن، میذارن روی بازوی این دختره که از دینا به دنیا اومده بوده که اسمش آسنت بوده، و ملاخیم میان آسنت رو میبرن میذارن جلوی راه پوتیفرا. پوتیفرا همون پادشاه مصر. پوتیفرا بچه دار نمیشده و تصمیم میگیره که این بچه یا که وسط راه پیدا کرده رو برای خودش برداره و بزرگش کنه. حالا یوسف داره در مصر میچرخه، آسنت میاد این بازو بنده را که اسم هشم روش نوشته شده بوده را میندازه جلوی یوسف. یوسف وقتی این بازو بنده را میبینه، میبینه اسم هشم توشه، میفهمه این آسنت کیه و میاد با آسنت ازدواج میکنه. وقتی که یوسف با آسنت ازدواج میکنه، دو تا پسر به دنیا میاره. یوسف دختر نداشته. متاسفانه تو بعضی فیلم ها نشون میده که یوسف دختر داشته، این اشتباس. یوسف فقط دو تا پسر به دنیا میاره، یکی به اسم منشه، پسر اول، یا اسمشو میذاره منشه، پسر دومی یا اسمشو میذاره افرایم، که اینا معنیش اینه که یعنی خداوند تو قربتم اومد و به من کمک کرد و قربت همراه من بود. خب یوسف میاد مدیریت میکنه، دستور میده که آقا این 7 سال سیری بیان و هر چی میتونن گندم و اینا ذخیره بکنن، و یوسف میاد چندین سیلو گندم و اینا ذخیره میکنه. خب بت‌پرستا هم میان ذخیره میکنن، ولی وقتی که قحطی میشه همه اون گندمایی که بت‌پرستا جمع کرده بودن همش میگنده، ولی گندمایی که یوسف جمع کرده بوده سالم میمونه. چرا؟ چرا؟ به دو دلیل. یه توضیح اینه که یوسف وقتی گندما را جمع میکرد با خوشه اون جنگ گندما را در سیلو قرار میداد، ولی مصری ها نه. طبق توضیح دوم، یوسف صدیق تو هر سیلویی که گندما را ذخیره میکرد از خاک همون جایی که گندما رویده شده بودن اون خاک را میریخت تو اون سیلوه. ببینید اگه گندم میخواییم تو سیلو سالم بمونه، رازش اینه که از همون خاکی که این گندم ها برداشت شده، از همون خاک بیایم و در میونه اون گندم ها بریزیم و به این شکل این گندم ها سالم میمونه. یوسف این کارا کرد، ولی بت‌پرستا نکردن، به خاطر همین تموم گندم های مال بت‌پرستا تو قحطی از بین رفت. بعد از 7 سال که سیری بود، 7 سال قحطی شروع میشه. بعد از اینکه این قحطی میشه تو مصر، اطراف مصر، کنعان و همه جا قحطی به وجود میاد، تا اینکه یعقوب آوینو هم، خب برای یعقوب آوینو هم که تو کنعان زندگی میکردن قحطی بوده. یعقوب آوینو میان به برادرها، به فرزندانشون میگن که برید از مصر و شبر یعنی آذوقه بگیرید. راشیزال توضیح میدن، راشیزال خیلی قشنگ اینو توضیح میدن، میگن شبر ما سیبر هم میتونیم بخونیم. ببینید سفر تورا بدون نقطه است که ما بتونیم تفسیر بکنیم رو هر کلمه. شبر که تو تورا گفته میشه سیبر بخونیم. سیبر یعنی بشارت، خبر خوب، یعنی یه نبوت کوچیکی به یعقوب آوینو رسید که یوسف توی مصره.
اینه که یعقوب آوینو به برادرانش میگه برید شبر بخرید. شبر یعنی چی؟ شبر درسته که معنی آذوقه میده، ولی ما سبر هم میتونیم بخونیم. سیبر یعنی بشارت، خبر خوب. و میاد این صحبت رو میگه و تازه جالب اینجاست که تو تورا میگه یعقوب آوینو به بچه ها میگه که ردو، ردو یعنی پایین برید. ردو ابجدش رو اگه بیایم حساب بکنیم میشه 210. یعنی اینجا یعقوب آوینو نبوت میاره که اسرائیل ها 210 سال تو مصر به سر میبرن، تا اینکه برادرها میرن در مصر. و حالا به امید خدا به عزت هشم ادامه داستانا به عزت هشم جلسه آینده توضیح میدیم. خب ممنون که تشریف آوردید.